بیش از 6000 شبه نظامی های پاکستانی در افغانستان بسر میبرند. با نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به کانال خبری کابل. امید که تا آخر با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. گزارش تازه ملل متحد، بیش از 6000 شبه نظامی پاکستانی در افغانستان بسر میبرند. این گزارش که اوایل هفته نشر شده میگوید که این شبه نظامیان مربوط تحریک طالبان پاکستانی اند که مسئول حملات بر اردوی این کشور و اهداف غیر نظامی می باشند. بر اساس این گزارش در مجموع مخالفان مسلح دولت افغانستان مسئول 58% تلفات شناخته شده اند که از این میان 43% تلفات غیر نظامیان توسط گروه طالبان صورت گرفته است. در گزارش آمده است طالبان از اول ماه جنوری تا 30 جون 2020 میلادی 580 غیر نظامی را در این کشور کشته اند و 897 تن دیگر را مجروح کرده اند. یافته های یونما همچنان نشان می دهد که در این مدت تلفات غیر نظامیان از سوی نیروهای امنیتی افغانستان 9% افزایش یافته است و بیشتر غیر نظامیان در نتیجه حملات هوایی و شلیک های غیر مستقیم در جریان درگیری های زمینی صورت گرفته است. یونما گفته است تلفات غیر نظامیان از حملات هوایی که توسط نیروهای هوایی افغان در جریان 6 ماه نخست سال 2020 صورت گرفته است در مقایسه با دوره مشابه سال 2019 میلادی 3 برابر شده است. بر اساس یافته های یونما 23% مجموع تلفات غیر نظامیان به نیروهای افغان نسبت داده شده است و این نیروها در 6 ماه گذشته 281 غیر نظامی را کشته و 508 تن دیگر را زخمی کردند. حیات معاونیت ملل متحد تاکید کرده است که نیروهای طرفدار دولت همچنان مسئول بیشترین مرگ کودکان در این مدت بوده‌اند. بر اساس آمار منتشر شده این گزارش در 6 ماه اخیر 340 کودک در جریان درگیری های مسلحانه کشته شده و 727 تن دیگر زخمی شده اند. در گزارش همچنان آمده است که در این مدت 138 زن کشته و 259 تن زن دیگر زخمی شده اند که بیش از 40% مجموع تلفات غیر نظامیان را کودکان و زنان تشکیل می دهند. در گزارش آمده است در حالی که آمار غیر نظامیان در مقایسه با 6 ماه نخست سال 2019 میلادی کاهش 13% را نشان می دهد، ولی این باید در نظر گرفته شود که در آمار تلفات غیر نظامیان که از سوی طالبان و نیروهای امنیتی ملی افغان صورت گرفته کاهش به وجود نیامده است. یونما دلیل عمده کاهش تلفات غیر نظامیان را کاهش عملیات های نیروهای خارجی و حملات داعش در افغانستان عنوان کرده است. در 6 ماه اخیر 3458 غیر نظامی افغان قربانی جنگ شده اند. گزارش حیات معاونیت سازمان ملل متحد یونما با نشر یک گزارش تازه گفته است که در 6 ماه نخست سال 2020 میلادی 3458 غیر نظامی در افغانستان قربانی خشونت ها شده اند. در این گزارش که روز دوشنبه 27 جولای 6 اسد نشر شده آمده است که 1282 غیر نظامی افغان در جریان نبردها، بمباردمان و حملات انتحاری کشته و 2176 تن دیگر زخمی شده اند. با تشکر که تا آخر با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر، خدا یار و نگهدارتون.